و مهاجرت یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی در عرصه زندگی امروزی بشری است و تقریبا همه کشورهای عالم به نحوی با موضوع مهاجرت سر و کار دارند و درگیر است. دولت وحدت ملی با آغاز به فعالیت خودش رسیدگی به وضعیت مهاجرین و عودت کنندگان را و همچنین بیجای شدگان یکی از اولویت های اساسی و ملی اعلام کرد. هم جلالت نواب محترم رئیس جمهور و هم جلالت نواب محترم رئیس صاحب اجراییه در سرلوحه کارشان موضوع رسیدگی به مهاجرت را قرار دادند و به همین اساس ساختارهای جدید به وجود آمد. کمیسیون عالی امور مهاجرت تحت ریاست شخص جلالت نواب رئیس جمهور با عضویت جلالت نواب رئیس صاحب اجرایه و معین صاحب رئیس جمهور 15 تا وزارت و 7 تا اداره از ادارات مستقل افغانستان. کمیته فرعی شورای وزیران تحت ریاست جلالت نواب محترم رئیس صاحب اجرایه با عضویت 15 تا وزارت 7 تا اداره از ادارات مستقل افغانستان و تعدادی از نهادهای بین المللی همانند یونما، یونسیار و آی او ام و کمیته فرعی شورای وزیران برای اجرای ساختن مصوباتی که در کمیسیون عالی امور مهاجرت و کمیته فرعی شورای وزیران به تصویب میرسند، متشکل از نمایندگان رئیس جمهور، رئیس اجراییه، وزارت‌های مختلف زیر ربط همانند وزارت امور خارجه، وزارت مالیه، وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث و سایر وزارت‌ها و ادارات زیر ربط و همچنین نهادهای بین‌المللی مشغول فعالیت هست. با توجه به اینکه رسیدگی به امور مهاجرت و عودت از اولویت‌های ملی دولت افغانستان بوده است، طی 3 سال حکومت وحدت ملی بیش از 2 میلیون هموطنان ما به کشور عودت کردند و قابل یادآوری می‌دانم که نزدیک 70% از عودت کنندگان از مهاجرانی هستند که فاقد مدرک بودند و نزدیک 30% از پناهندگانی که دارای مدرک در کشورهای دیگر و یا به تعبیر دیگر کارت پناهندگی داشتند. و البته در سال جاری تا کنون 528402 نفر از هموطنان ما به کشور عودت کردند و طی مدت 3 سال با تشکر از مؤسسات و نهادهای بین المللی و همکار میخوایم بیان کنم که بیش از 700 میلیون دلار در عرصه مهاجرت و پناهندگی، مهاجرت و بیجای شدگی در داخل کشور افغانستان به مصرف رسیده است و سالانه حدود 700 میلیارد دلار حواله های مهاجرین از سراسر کشورهایی که حضور دارند وارد اقتصاد کشور می شود برای تأمین خانواده ها و اقاربشان. جلالت نواب محترم رئیس اجراییه، حضار محترم، ما بیش از 5.6 میلیون مهاجر فعلا در خارج از کشور داریم که در مجموع در 5 حوزه مهاجرتی حضور دارند. ایران با بیش از 2 میلیون مهاجر و پناهنده، پاکستان هم حدود 2 میلیون و اروپا، بقیه کشورهای آسیایی
آمریکا و استرالیا. و ما میخواییم عرض بکنیم که فعلا ما در 5 تا حوزه مهاجرتی تقریبا با همه کشورهای میزبان در تفاهم و در یک مدیریت مشترک قرار داریم. ما سال گذشته با جمهوری اسلامی پاکستان طی مذاکراتی که داشتیم به این توافق رسیدیم که موضوع مهاجرت جدای از مسائل سیاسی قرار بگیرد. روابط سیاسی بین افغانستان و پاکستان تأثیر بر نوع رفتار جمهوری اسلامی پاکستان با مسائل مهاجری نداشته باشند. که ما فعلا در شرایط موجود که همه ما درک میکنیم وضعیت را در پاکستان شاهد راجستریشن مهاجرین فاقد مدرک هستیم و تا کنون بیش از 500,000 نفر مهاجرین فاقد مدرک افغانستان در پاکستان راجستر شده و این ثبت راجسترشان دوام داره تا به آخرین نفر دارای مدرک شود. در جمهوری اسلامی ایران هم ما مذاکرات را انجام دادیم و در یک مدیریت مشترک توافق کردیم به علاوه کسانی که کارت دارند برای فاقدین مدرک ثبت و راجسترشان شروع شد و بر اساس آخرین راپوری را که ما دریافت کردیم بیشتر از 700,000 نفر در جمهوری اسلامی ایران ثبت شدند. گرچه توافق ما با جمهوری اسلامی ایران هنوز به صورت مکتوب و امضا شده نیست و ما توافقات را داریم که منتظر امضای تفاهمنامه جامع یا موافقتنامه استراتژیک افغانستان با جمهوری اسلامی ایران هستیم که متعاقب او کارهای اجرایی بیشتری ما خواهد داشتیم. و در اروپا ما در سال 2015 شاهد بحران مهاجرت بودیم و پیش بینی میشد که بحران مهاجرت در اروپا یک بحران دیپورتی را در افغانستان هم داشته باشند و پیش بینی میشد که در سال 2016 100,000 افغان های مهاجر از کشورهای اروپایی دیپورت خواهد شد. اما مذاکراتی که با کشورهای اروپایی صورت گرفت و به صورت محوری با اتحادیه اروپا مذاکراتی را که ما داشتیم سند راه مشترک پیشرو را که با اتحادیه اروپا ما به امضا رساندیم با اتحادیه اروپا به یک مدیریت مشترک رسیدیم. فعلا مشترک در رابطه با این مسائل کار میکنیم و دیپورتی ها هم کنترل شد. در سال 2016 که پیش بینی میشد 80,000 نفر از آلمان و تعدادی هم از سایر کشورهای اروپایی دیپورت شوند و بر اساس تفاهم و مدیریت مشترک فقط 580 نفر دیپورت شدند. و در سال جاری که ما فعلا قرار داریم مجموع کسانی که از کشورهای اروپایی دیپورت شدند 754 نفر می باشند. بنابراین ما هم تانستیم با این مدیریت مشترک روند مهاجرت به اروپا را کاهش بدیم و او وضعیت بحرانی سال 2015 نبوده باشد و هم مدیریت دیپورتی ها را مشترکاً به دست بگیریم و فعلا مشترک کار میکنیم. و ما تشکر میکنم از تمامی کشورهای اروپایی به خصوص اتحادیه اروپا به صورت محوری کاری که میکنن که 80 میلیون یورو یک نوبت در سال 2017 و 124 میلیون یورو هم مجددن برای کمک به وضعیت مهاجرین و عودت کننده ها اینا در نظر گرفتن که ما فعلا برای او برنامه ریزی میکنیم که البته بخشی از این کمک های اینا هم برای ایجاد تسهیلات در رابطه با مهاجرینی که در پاکستان و ایران فعلا زندگی میکنن هم مصرف میشه، چون تسهیلاتی در اونجا به وجود بیاید و فشارها از اونجا کمتر شود. بنابراین ما در آمریکا و استرالیا هم همچنین مشکل جدی در عرصه مدیریت مهاجرت فعلا نداریم. در کشورهای بقیه کشورهای آسیایی به خصوص کشورهای عربی که مهاجرین کارگر ما مشکل پاسپورت را داشتن و او مشکل هم حل شده و ما الحمدلله در یک وضعیت خوبی قرار داریم.
تایی 3 سال گذشته بیجا شدگان ما به 1,500,000 نفر رسید. اما ما تانستیم در سال گذشته بیشتر از 500,000 بیجای شده را به مناطق اصلیشان برگردانیم و بقیه هم در مناطق دومی کمک رسانی شده و با مشکلی جدی مواجه نشوند. و ما در سال جاری هم بیشتر از 500,000 نفر بیجای شده داریم که تا کنون حدود 100,000 نفرشان به مناطق اصلیشان برگشتند و عودت داده شدند. بنابراین میخوایم عرض بکنم که دولت وحدت ملی طی 3 سال مسئولیت خیش در عرصه مهاجرت و بیجای شدگی اولویت قائل شده و خوشحال هستم که این را خدمتتون عرض بکنم که در این اولویت کامیاب بوده. 2,000,000 هموطن ما را تانسته عودت بیته به صورت داوطلبانه و الحمدلله وضعیتی که ما فعلا داریم هم در یک وضعیت مدیریت مشترک خوبی با کشورهای میزبان قرار داریم. ما در این مدت 3 سال تلاش کردیم که در وزارت امور مهاجرین هم ظرفیت و شفافیت به وجود بیاریم که ما به تدریج استخدام هایی را که در سالهای مختلف داشتیم از سال 92 که ما فقط 15% استخدام های ما از لیسانس ها بودن و به تدریج بالا میره، در سال 93 38%، در سال 94 هم عدد بیشتری و در سال 95 37% و در سال 96 44% ما لیسانس ها را استخدام داشتیم. و در واقع میشه گفت فعلا ما در یک وضعیت ظرفیتی بسیار خوب قرار داریم و هم در برنامه CBR 40 تا بسته که به وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان اختصاص داده شده بود، 38 تا بسته آن را ما نهایی ساختیم و 3 تا بسته تشویقی هم برای ما دادن که فعلا در حال پروسیسی او بسته ها هستیم. و ما طی 2 سال گذشته در هر کدامی از سالها حدود 80% بودجه انکشافی ما را تانستیم مصرف بکنیم و مصرف ما هم بگونه بود که هم شفافیت داشت هم سرعت داشت و کمیته ملی تدارکات برای ما تصدیقنامه ظرفیت تدارکاتی اعطا کرد. در مورد شفافیت ما پالیسی مبارزه با فساد را تدوین کردیم و او را مورد اجرا قرار دادیم. زمین های غصب شده در پروان 1,800 جریب زمین را ما برگرداندیم. در خوست ساحه بلند منزل شهرک قلموال غصب شده بود، او را مسترد کردیم، دوباره برگرداندیم. تعدادی از شهرک ها را ما بررسی کردیم، کسایی که مشکلاتی در کارشان بودند بلوی سارانوالی معرفی کردیم که دوسیهشان فعلا در حال دوران است. و باقیداری که از سالهای گذشته در ارتباط با وزارت امور مهاجرین وجود داشت که هر ساله سفارش های اداره تفتیش عالی را داشته، ما مبالغ زیادش را تحصیل کردیم و بقیش هم کار میکنیم. بررسی هایی را که کمیته مک داشت و گزارش هایی که هر 6 ماه کمیته مک در رابطه با وزارت امور مهاجرین میداد، شاید تعداد دوستان خاطرشان باشه که 3 سال قبل تمامی فعالیت ها سرخ بود و فعلا در گزارش 6 ماهه کمیته مک هیچ فعالیت وزارت امور مهاجرین سرخ نیست، تمامش سبز است، فقط 1 مورد زرد است که پروژه ما در حال جریان بود و او هم تمام شده. در گزارش که در آخر ماه قوس قرار است کمیته مک ارائه بکنه، او فعالیت هم سبز میشه. یعنی یک وزارت است که تمامی فعالیتاش سبز است و هیچ مشکلی در ارتباطی با فساد اداری نداره. کمیته مک یک بررسی ویژه از پالیسی مبارزه با فساد اداری تعدادی از وزارت ها داشت، از جمله وزارت امور مهاجرین. همراه ما در همین مرکز رسانه ها کنفرانس مطبوعاتی گرفت و اعلان کرد که وزارت امور مهاجرین یکی از ادارات پیشتازی در امر مبارزه با فساد اداری است و در وضعیت بسیار خوب قرار دارد. و بررسی حسابات مالی 2 ساله ما که توسط
اداره عالی تفتیش صورت گرفت که دو سال حسابات مالی مرکز وزارت ما را یک جای بررسی کردند، بسیار جالب است که سفارش های را که اداره عالی تفتیش داده، اون چی که مربوط به وزارت امور مهاجرین میشه و به عنوان تخلف قلمداد کردن، در دو سال فعالیت ما که 1 میلیارد بودجه را ما مصرف کردیم، 825 افغانی میگه شما کردیت کارت به جای مصرف کردین. شفافیتی که من فکر میکنم که بی‌نظیر است و این گزارش به هم به ریاست جمهوری راه شده و هم فکر میکنم در پارلمان رسیده باشه، و بر همین اساس است که وزارت امور مهاجرین از جانب یک تعداد مقامات تقدیر شد و مورد تقدیر قرار گرفت. ما از مشران و جرگه تقدیرنامه و مدال دریافت کردیم، تقدیرنامه از کمیسیون های ولوسی جرگه، تقدیرنامه های از نهادهای جامعه مدنی و مدال از IUM و اخیرا مدال از ریاست جمهوری که به معین صاحب عالمه اهدا کردند. و همین قسم بالاخره خوب تقدیرنامه ها و تشویق های دیگری که وزارت امور مهاجرین از جانب مقامات عالیه انجام گرفت، و انتظار داریم که ریاست اجرایی هم انشاءالله فعالیت های ما را مورد بررسی قرار خواهد داد و هدایت های ایشان را هم انشاءالله دریافت خواهد کردیم. احیانا کاسی های در کار ما باشند یقینا اصلاح خواهد کردیم، و ما خوشحال هستیم که در این مدت 3 سال تحت هدایت جلال نواب رئیس جمهور و به خصوص در کار اجرایی در بخش کمیته فرعی شورای وزیران و کمیته اجرایی بیجاشتگان یا دیرک تحت ریاست و هدایات مستقیم جلال نواب رئیس اجرایی یک فعالیت خوب و موفق داشتیم، و میتونیم در امروز که روز بین المللی مهاجر است این مطلب را ادعا کنم که مهاجرین در افغانستان فعلا یک اداره سالم، شفاف و با ظرفیت داره، و امیدوار هستم که انشاءالله فعالیت های بیشتری بتونیم انجام بدیم. و میخوایم من در پایان این نکته را عرض کنم که این دستاورد شخصی من نیست، مجموعه همکاران ما در وزارت امور مهاجرین، معین صاحبا، رئیس صاحبایی که ما داشتیم بسیار با ما خوب کار کردن، و همکاران بین المللی ما، از یونیسیار ما تشکر میکنیم که همیشه همراه ما بودن، از آیم تشکر میکنیم که همیشه همراه ما بودن، و یونیما و به خصوص معاونت انکشافی و بشری یونیما که همیشه در جلسات همراه ما حضور داشتن، و سایر مراجع بین المللی و انجوهای بین المللی و انجوهای داخلی که در عرصه رسیدگی به امور مهاجرت فعال بودن و ما را کمک کردن. من از همه تشکر و سپاسگزاری میکنم، و به خصوص من سپاسگزار هستم از مطبوعات و اهل رسانه کشور که اینا همیشه مسائل مربوط به امور مهاجرین را زیر نظر داشتن و دقت میکردن، هم هشدارها و اخطارهایی به ما داشتن و هم تشویقهایی داشتن که همیشه برای ما سازنده بود. من هم به نوبه خود روز بین المللی مهاجره برای مهاجر تبریک میگم، اما در این حال تجدید تعهد میکنیم به خدمت به مهاجر و رسیدگی به پدیده مهاجرت که در سطح جهانی امروز مطرح است و ایرا باعث یک وظیفه انسانی و هم در جایگاه حکومت باعث یک مسئول اجرایی در حکومت وحدت ملی، خصوصا به مهاجرین افغان اطمینان میتیم که مسئلهشان، قضایایشان، مسائل مربوطشان همیشه در اولویت کار ما خواهد بود و از نقش دوم و سوم نخواهد داشت در اولویت های کاری ما. من تشکر میکنم از حضور همه حضار گرامی، جناب انجینر سید محمد خان معاون اول ریاست اجرایی، جناب استاد محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی، وزیر صاحب امور مهاجرین، وزیر صاحب زراعت
نمایندگان پارلمان افغانستان، آقای توبی لنزر، آقای لارنس هارت، خانم فتی عبدالله، همکاران بین المللی ما، سازمان های بین المللی و مؤسسات غیر حکومتی، نماینده های کشورهای کمک کننده، منصبه های وزارت و همکاران حاضر، خواهران و برادران عزیز، همه شما. در جریان تاریخ 14 دهه گذشته افغانستان، خصوصا پدیده مهاجرت یک پدیده بوده که افغانستان با او مواجه بوده مردمش، و پیشتر هم وزیر صاحب امور مهاجرین با تفصیل در مورد ارقام صحبت کردن و از ارقامی که در بازگشت مهاجرین داشتیم و از کارهایی که در این راستا صورت گرفته و از رفرم و اصلاحاتی که در وزارت روی دست گرفته شده، که من تشکر میکنم به جای خود از وزیر صاحب و از تمام همکارانشان و هم از همکاری بسیار نزدیک مؤسسات همکار بین المللی. در آغاز مجلس جوانی که انانس دادن یک شعر را خواندن که برای همکارای بین المللی ما اگر ترجمه شده باشه شاید اونا اگر اندازه کانفیوز شده باشن، چون شعر بسیار عالی بود و ترجمه شعرم آسان نیست. اما خلاصه‌اش خدمتتان میگم که فقط درباره وطن دوستی و حب وطن بود که یکی از خصایص افراد است، اما در اینجا در بین افغان ها باز به اشکال مختلف در ادبیات ما انعکاس یافته. چون من شعرم شعر نو بود و ترجمهش اگر ترجمه شده باشه حتما یک سوالات را ایجاد کرد که چی مسئله شده. و وزارت مهاجرین واقعا اجراعات و اصلاحاتی را که آوردن قابل قدر است. باز وعده ما با وزیر صاحب مهاجرین همیست که در پایان کار یک مدال برشان توزیع خود کردیم است. در موقع ختم وظیفه، چرا همو وقت خوب است که از تمام خدمات، چرا احتمال داره بعد از این هم خدمات رو انجام بدن. بازم من از کار سازمان بین المللی برای مهاجرت IOM که مسئولشان در کابل در اینجا تشریف دارن و از سازمان ملل به صورت کل، از UNHCR و یونما UNDP تشکر میکنم که بسیار با امانگی خوب فکر میکنم که همه ما را تایید خواد کردیم که بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی در همی عرصه دو کار صورت گرفت. یک، وزارت مدیریت خوب از مدیریت خوب و سالم برخوردار شد. دوم، اما هنگی بین نهادهای بین المللی، همکاران بین المللی ما و نهادهای داخلی، خصوصا وزارت که رهبری پروسه را با عهده داشت، به مراتب بهتر شده و سلسله های یا لایه های مختلف اما هنگی در سطوح رهبری و سطوح اجرایی کمک کرده به یرسه و کار کمیته دایرک هم یک نمونه بسیار خوب نه تنها از امانگی بین ادارات حکومت افغانستان بلکه از مؤسسات بین المللی، دونرها، سازمانهای غیر حکومتی، جامعه مدنی و همه برای تمرکز روی وظیفه وظایف و اهدافی که جزء اولویت‌های حکومت وحدت ملی در برنامه صلح و انکشاف ملی افغانستان و تعهدات ملی و بین المللی ماست، در راستای تحقق اهداف کار خوب صورت گرفته. اما معنایش خود راضی بودن در این عرصه نیست. چالش بسیار بزرگ است و توجه دوامدار ایجاب میکنه. در این حال، در حالی که در سطح بین المللی چالش های بسیار بزرگی وجود داره در عرصه مهاجرت و جامعه بین المللی، کشورهای کمک کننده هنوز هم توجه را به افغانستان حفظ کردن. ما تشکر میکنم از همه کشورهای
کمک کننده و نهادهای بین المللی که در این عرصه افغانستان حمایت کرده. حمایت به اشکال مختلف بوده و هر کدامش در هر جای تأثیر خود داشته و قابل قدر است. از دو کشور همسایه افغانستان، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان تشکر میکنم که به خاطر سهولت هایی که برای مهاجرین افغان فراهم کردند که جزئیاتش باز هم چون در صحبت های وزیر صاحب امور مهاجرین آمد جزئیاتش تکرار نمی کنم. کار مشترک با اتحادیه اروپا نتیجه بخش بود. از یک طرف ما ارقام مهاجرت با او شکلی که در سالهای پیشترش داشتیم در سال خصوصا 2015 در سال 2016 نداشتیم و در مورد برگشت یا بازگشت مهاجرین هم هماهنگی خوب صورت گرفت و امیدوار هستیم که انشاءالله بودجه‌ای که برای مسائل مهاجرین پیش بینی شده و در کمیته دایرکت مورد بحث قرار گرفته که بالاتر از 400 میلیون دلار است بر سال آینده این بودجه را به دست بیاره. از درک و همکاری که همه کشورها در قسمت افغانستان و درک شرایط افغانستان از خود نشان دادن من تشکر میکنم. با افغانستان یک برخورد استثنایی صورت گرفته که این برای ما قابل قدر است. در بدلش ما هم تعهد ما همیست که انشالله در شفافیت در اجرای امور و اولویت قرار دادن ای پدیده و زمینه سازی برای ای که مهاجر دیگه از افغانستان نداشته باشیم به بیرون در این انشالله کوششی و کار لازم انجام خواهد دادیم. من شخصا بالاتر از یک سال مهاجر بودیم و مهاجرت حس میکنم و به این نسبت در پهلوی تعهد وظیفوی در حکومت به حیث یک شخص یک انسانی که دیده این وضعیت مهاجر البته ما از مهاجرینی که در وضعیت به مراتب بهتر قرار داشتیم وضعیت ما با وضعیت مهاجری که در خیمه ها و در کمپ ها بودن قابل مقایسه نبود. من بعد از 10 روز 15 روزی که در اوجه بودم به حیث دکتر کار شروع کردم در یکی از شفاخانه هایی که برای مهاجرین کار میکرد. پس اون شرایط ما کاملا متفاوت بودم اما ما وضعیت هموطنهای خود دیدیم و این پدیده هم بسیار دوامدار شد برای مردم افغانستان و امیدوار هستیم که انشالله زمینه در کشور ما قسمی مساعد شود که همه هموطنهای ما داوطلبانه و با عزت برگردند خصوصا از کشورهای همسایه و ما بازگشت کننده ها را کسایی که برگشتن اونا را به حیث یک بار دوش جامعه نی بلکه به حیث کسایی که فرصت های نو ایجاد میکنن و در ساختن کشورشان سهم میگیرن و ما از اونا میاموزیم به این دیده میبینیم و امیدوار هستیم که امی فرهنگ به فرهنگ عام در کشور ما تبدیل شده و فقط با هم یک روحیه است که ما میتونیم این چالش به یک فرصت بسیار خوب برای مردم خود تبدیل کنیم. من بازم تشکر میکنم از همه کاری که در این راستا صورت گرفته و در روز جهانی مهاجر یک بار دیگه تجدید تعهد میکنیم برای خدمت در این زمینه و برای زمینه سازی و ایجاد سهولت های بیشتر تا مهاجر احساس خدا نخواسته بی حرمتی نکنه و مهاجر حرمتش و وقارش حفظ شود
و بازگشت کننده خود بیگانه احساس نکنه. ای در صورتی شده میتونه که در تمامی برنامه های ملی ما که تعدادی از وزارت های محترم در اینجا معین صاحبانشان تشریف دارن، در تمامی برنامه ها چی میثاق شهروندی و سایر برنامه های ملی توجه به مسئله بازگشت کننده ها جزء برنامه های اصلی ما بوده باشه، خصوصا کار در قسمت تعلیم و تربیه، در خدمات صحی، کاریابی، شغل، همه اینها. و واقعیت مسئله هم ایست که مهاجرت از یک طرف اگر یک دوری از وطن، دوری جدا شدن خانواده ها و اینا را در پی داره و در قبال داره، از طرف دیگه یک مسیر است که آیت کریمه را که وزیر صاحب تلاوت کردن میگن ما زمین خدا وسیع نیست برای اینکه شما بتانین مهاجرت کنین، و در نتیجه مهاجرت ها تمدن ها شکل گرفته در تاریخ بشری، و امروز هم وقتی که از مهاجرین صحبت میکنیم نباید به عنوان یک قشری که محروم باشن و بمانن و در قدم دوم به اونا توجه شوه، نباید به خود اجازه بدیم که به این ترتیب نگاه داشته باشیم.